الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از جملات زیارت شریفه جامعه کبیره این چند جمله است که در جملات قبلی السلام علی ائمه الهدى و بعد اوصافی که براشون ذکر می شود، یکی و کهف الورا و ورثه الانبیا و المثل الاعلا. این سه جمله و توضیحی به فضل خدا انشاءالله داده بشود زیر این سه جمله. مثل اعلا، مثل به معنای نمونه یا نمایانگر، روشن کننده، آیت، حجت، به این معنا آمده که میگیم ائمه علیهم السلام مثل اعلای خدا هستند. مثل اعلا، همه موجودات در حد خودشان مثل هستند برای خدا. هر موجودی حداقل با هستی خودش نشان دهنده هستی خالق است. خود این مثل دیگه. و فی کل شیء له آیه، هر موجودی در عالم آیتی است، یعنی نشانه است، حداقل در هستی نشانه ایست از هستی خالقش. یعنی چون خالق هست من هستم، بنابراین هر موجودی هر چی مخواد باشه با اون وجود خودش و هستی خودش مثل است برای خالقش، نشان دهنده اوست، حجت و دلیل بر وجود خالق. بعد هر موجودی به هر مقداری که کمالی دارد به همون میزان کمالش نشان دهنده کمال خالق. عالم با علم خودش مثل برای علم خداست. قادر قدرتمند با قدرت خودش مثل برای قدرت خداست. سخی و جواد با جود خودش مثل برای جود خداست. هر موجودی هر صفت کمالی که دارد با همون صفت کمالش در حد خودش آینه ایست که نشان میدهد، نمایانگر است، نشان دهنده خدا. منتها هر چه اون موجود کاملتر و مسلم مثل بودنش برای خدا عالیتر خواهد بود تا برسیم به ائمه دین علیهم السلام. پیغمبران انبیا مسلم در مثل بودن کاملترند. خود انبیا هم در میانشون تفاضل هست، بعضی افضلند از بعضی دیگر تا برسیم به چهارده معصوم پاک علیهم السلام که اونها دیگه مثل اعلا هستند، که دیگه از اونها بالاتر نمونه ای و مظهری و نشان دهنده کمال خدا دیگه بالاتر از اونها نیست. در عالم امکان اون چه بتواند دیگه خدا را نشان بدهد از جهت وجودش و صفات کمالش چهارده معصوم پاک علیهم السلام هم دیگه. در اون یکی از اذن دخول ها که می خوانیم در زیارتشون، الحمدلله الذی من علینا بحکام یقون مقامه لوکان حاضرا فی المکان. خدا را شاکریم که بر ما منت گذاشته و حکامی بر ما معین کرده، فرمان روایانی مطاع قرار داده امر اونها را برای ما، که اگر بنا بود خدا در مکان حاضر بشود به صورت اونها حاضر میشود. یعنی حکام یقومون مقامه لوکان حاضرن فی المکان. بنابراین پس مثل اعلا هستن و مثل اعلا یعنی نمونه هایی و مظاهری و نشانه هایی که فوق اون تصور نمی شود برای خدا هستن. و بنا اونها مثل آینه مستقیمند که جمال حق بر اونها در اونها منعکس می شود، و دیگران هم آینه مقابل اونها هستند، مثل دیواری که
از آینه اول خورشید در خود صفحه آینه منعکس میشه، بعد منعکس به دیوار میشه. اون نوری که بر دیوار میتابد به واسطه اون شعاعیست که در آینه تابیده. رضا میفرمودن که ما ناس هستیم و مردم شبیه پیل و شیعان ما شبیه ناسن. حالا نم در دو خورش به هر حال یه جمله و المثل الاعلا به طور اجمالی. بعدش و کهف الورا، یعنی ما اعتراف میکنیم که ائمه دین علیهم السلام کهف الورا هستن. ورا به معنای مخلوقات، کهف به معنای غار. غار یعنی پناهگاه دیگه. غار در دامنه کوه ها شکاف های پیدا می شود که مأمن است، یا برای اشخاص تو بیابان ها گیر می کنن مثلا، یا برای مرتاز ها، کسانی که بودن سابق که از اجتماع کنارگیری می کردن و یه خواستن تهذیب نفس کنن، خودشون را محذب کنن، از آلودگی ها نگه دارن، تو قارها زندگی می کردن و برای خودشون مأمنی بود، یعنی از آفات و بلیات روحی و قلبی خودشون را کنار می کشیدن. و هر حال قار اون پناهگاه هاست. حالا ائمه علیهم السلام کهف الورا هستن، پناهگاه ها برای کسانی که بخواهند از هلاکت ابدی نجات پیدا کنند. ما در تاریخشون میخوانیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله یک قسمت از عمر شریفشون را در غار حرا گذراندن، در جبل النور، که خب اجتماع فاسدی بود دیگه، مردم زمانشان مردمی فاسد بودن، دور از آداب انسانی بودن، رذائل و خبائث در میانشان فراوان بود و رضا با روح مقدس رسول اکرم سازگار نبود، غالبا از مردم کنارگیری می کردن، از اجتماع منحط و فاسد اون روز دور می رفتن و در جبل النور که یک کوهی بود در خارج مکه، فاصله هم با شهر داشت، فاصله می گرفتن و یک قسمت از عمر شریفشون در همون غار، غار حرا بر جبل النور، اونجا به سر می بردن. ماه‌ها در اونجا بودن و همونجا هم مبعوث به نبوت شدن، یعنی اولین بارقه وحی در همون غار بر قلب مقدسشون تابید که جبرئیل نازل شد، که سوره آیات اول سوره علق را آورد در روز 27 ماه رجب در غار حرا در جبل النور، اونجا مبعوث به نبوت شدن. و البته در شریعت ما غار نشینی دیگه حرامه، رهبانیت، کنار رفتن، منزوی شدن و تو غارها زندگی کردن یا در خانقاه ها زندگی کردن، یا فرضاً بره همش تو مسجد بنشینه و بعد ترک خانه و زندگی و وطن و همه اینها را تعطیل کند و گوشه بنشیند، نه، این در شرع مقدس ما تجویز نشده، بلکه باید در میان مردم باشند، تو اجتماع مردم رفت و آمد داشته باشند که هم بتوانند خدمت به خلق کنند، در تأمین نیازمندی های مادی و معنوی مردم بکوشند و ارشاد کنند، هدایت کنند، دعوت کنند، به سهم خودشون تبلیغ کنند و همین که تحمل شدائد هم بکنند. خب تو زندگی هم تحمل شدائد و سختی ها هم لازمه دیگه، یکی از راه های تکامل انسان همینه، بقید کنار برود خب شدائدی خیلی تحمل نمی کن. اون شدائدی که در زندگی اجتماعی هست مسلم در زندگی فردی اون شدائد سختی ها نیست دیگه، بل باید در میان اجتماع باشن که هم به داد مردم برسن، تأمین نیازمندی های مردم کنن و مادی و معنوی، و از طرفی هم تحمل شدائد کنن، تحمل سختی ها و مصائب کنن. که مگر ائمه دین علیهم السلام چنین نبودن؟ مگر مولا المتقین علیه السلام حالا منزوی شد مثلا، کنار رفت، حالا حقش از او گرفتن، باید از میان مردم بیرون برود؟ نه، تو همون مردم بود و با همون مردم هم معاشرت میکرد و رنج هم از دست همون مردم میخورد، این همه خون دلها در سر همون با اونها معاشرت داشتن بوده. وقتی که سگر آفی حوزد خشنا یغلز کلمها و یخشل مسها، از پسر خطاب اینجور تعبیر شده در کلامشون، این پسر ابوبکر
پسر ابو قحافه خودش رفت و بعدم خلافت را به دامن کسی انداخت که این آدمی خشن بود، آدمی تند بود، اصلا دیدار او به آدم رنج می داد، سخن گفتن با او دل را می آزرد. و اون وقت صبر تو بفل این قضا، تو مردم بودم صبر کردم، اما جوری صبر کردم مانند کسی که خار تو ششمش باشد و استخوان در گلوش گیرده باشه. و تو زندگی اجتماعی دیگه ممکنه کنار برود راحت بود از اینها، اما نه، باید تو اینها باشد و با اونها ملاقات بکند و قیافه نحس و منحوس اونها را هم ببیند و خون دلها بخورد. و در این حال این خودش مسیح سیریست سوی خدا در همین راه، تحمل شدائد و مصائب دیگه. مگر صدیق کبرا علیه السلام نفرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالی، اینقدر مصیبت بر سر من ریخته شد که اگر بر روز روشن میریخت تبدیل به شب تاریک میشد، اونم در ظرف 75 روز دیگه یا 95 روز دیگه. خب برای مصیبت سنگینه، اونم که مبالغه نمی که اغراق نمی گفتن که، یعنی واقعیت مطلب بیان می شده دیگه. و رضاله لازمه، قارشینی حرامه. این حدیث هم هست که می فرماین ان لله، از امام باقر علیه السلام، ان لله عبادم میامین، خدا بندگانی دارد که اینها منبع میمنت و مبارکی هست، باید تو مردم باشن. ان لله عبادم میامین و یاسیر یعیشون و یعیش الناس فی اکنافهم، خودشون زندگی میکنن و مردم هم در دامن اونها، در پناه اونها زندگی میکنن. اینها افرادی هستند داره میمنت، مبارکی، برکات وجودشون باید شامل حال مردم بشن، باشن تو مردم تا مردم در کنار اونها هم زندگی کنن، به حوائج مادیشون برسن، به حوائج معنویشون برسن. و هم فی عبادهی مثل القطر، اینا در میان بندگان خدا مثل باران رحمت پروردگارن، باران رحمت میریزد و زمینها را زنده میکنن. اینها باید باشن، از برکات وجود اینها باران رحمت بر دلهای مردم ببارد و اونها را به میوه و محصول ثمر برساند، باید باشن دو مردم. از اون طرف بندگانی هم هستن، اینا ملائینن، اینها ماهی نکبتن، لعنتن، ملائین، مناکید، لا یعیشون و لا یعیشون ناس فی اکنافهم، هیچ بهره به حال مردم ندارن، بلکه صدمه دارن، مردم از اونها ضرر میبینن، لطمه میخورن. اینا تو مردم هستن، هر دو گروه هستن، گروهی مبارک هستن، دارای میمنت هم، مانند باران رحمت هم، و گروهی هم هستن که اینها مانند ملخ ها که به زراعت برسند و می خوشکانن، چنین هستن. یک گروه هم اینجوری هم که ابتنهم فی عبادهی مثل جراد لا یقعون اناشین الا اتو علیه، مثل ملخ هم تو هر مزرعی برسند می خورند و می پوسانند و می خوشکانند. انما شیعت علی علیه السلام، اونها که پیروان امیرالمؤمنینن، المتبازلون، اینا مردمی هستن با همدیگه تو هم دستشون بازه، با همدیگه رفت آمد دارن، داد و ستد دارن، فی ولایت را در جمع ولایت ما کار میکنن. خوشا به حال اینها قلبهاشون در ارتباط با کانون ولایت، با کانون نور در ارتباطن، قلبهاشون روشنه، مردمی هستن با محبت، مردمی هستن با اخلاص، به داد هم میرسن. المتحابون فی مودتنا، چون همه با من مودت دارن با هم محبت دارن، چون همه به یک کانون برمیگردن، به یک دون، به یک دریا برمیگردن، و رضا در دریای مودت ما، در جو محبت ما با همدیگه دوست هستن. المتظاهرون، به دیدار یکدیگر میرون. لإحیاء امرنا، مزارسی تشکیل میدهند، هدفشان اینه که امر ما را زنده نگه بدارن، که میفرمود من دوست دارم در مزارس شما شرکت کنم، که شما تشکیل مجلس میدهید، سخن از ما میگویید، تعلیمات ما را به میان میآورید، سخن ما را در میان مردم پخش میکنید. لإحیاء امرنا، ولی اینها هستند که در پرتو ولایت ما انزوا هم ندارن، قارنشین هم نیستن، کنار هم نمی روان، در این حال که رنج هم می برن از زندگی اجتماعی، ولی خب با هستند و تا برای اینکه منفعتشون به مردم برسه. و منظور در کهفه، کهف الورا، در قرآن هم داریم سوره به نام سوره کهف،
که اونجا قصه اصحاب کهف به میان آمد. اونا مردمی بودن که منزوی شدن، یعنی این نشان میدهد که بله گاهی از اوقات هم شرایط جوری میشود که باید کنار برند. گاهی افرادی پیدا میشوند در یک اجتماعی نمیتوانند بمانند، جوری شده که اجتماع نه تنها اونها اثر نمیتوانند بگذارند بلکه خودشون هم ممکنه آلوده بشوند. گاهی بیش میاد اینجوری، خب اینجا هم ناچارن کنار بروند از اون اجتماع منحط و یه مبارزه ای. ولذا انبیاء علیهم السلام هر کدامشان در زمان خودشان شرایطی پیش می آمد که ناچار بودن اعتزال کنن. و اعتزلکم بما تعبدون من دون الله، جناب ابراهیم علیه السلام یه مدتی در حال اعتزال بود، یعنی می دید که چاره نیست، شرایط فعلا جوری شده که بخواد بماند اثر در اونها نخواهد گذاشت، بلکه خودشم در مرض خطره، نه اینکه آلوده میشه، جانش به خطر میفته، و حالی که باید خودش بماند تا برکت برای عالم باشه بخواد کشته بشود که منبع برکت از بین رفته، ناچار میشد از میان مردم بیرون برود تا شرایطی پیش بیاد که دوباره برگرده. هر پیغمبری چنین بود. الان ولی یه زمان ارواح العالمین له الفدا، خب در حال انعزاله، الان در حال اعتزال است، یعنی شرایط دنیا جوری نیست که الان ایشون تشریف فرما بشوند در اجتماع مردم ظاهر بشوند، این ممکن فایده نداره، چون شرایط جوری است که اثر نخواهد گذاشت بلکه جان شریفش در خطر خواهد افتاد. مانند آبا و اجدادش دیگه، اگه 11 امام مگه در برای مردم نبودن؟ بودن، همشون رو کشتن، و چون آخرین معصومه دیگه معصومی بعد از او نیست، بقیت الله هست، و رضا باید زنده بماند، و اگر در میان مردم باشه کشته میشه، و رضا ناچار باید هم باشد و هم غائب باشه، چون نباشد که خودش کانون رحمت خداست، اگر نباشد که منبع رحمت نیست، مجرای فیض نیست، اصلا فیض منقطع میشه، یعنی از فیاض عالم دیگه فیض و هستی به عالم نمیرسه، باید او باشد، وجود مبارک او مجرای فیض خداست، در این حال باید غایبم باشه، بخواد نباشه مجرای فیض منقطعه، بخواد بماند تو مردم بیاد کشته میشه، پس راه همینه که باید حتما بماند زنده باشد و اما غایب باشه تا شرایط مختزی بشود و باید ظهور کند برای اصلاح عالم دیگه. پس گاهی پیش میاد شرایطی که ناچار باید کنار برود. اصحاب کهف هم از این قبیل بودن، اینها مردمی بودن مؤمن که خدا از اونها مدح می کند، انهم فتیتون آمنو بربه، اینها جوان مردانی بودن در یک محیط کفر، محیط الهاد، محیط فسق و فجور، یه جمعیت اقلیتی بودن، حالا 9 نفر، 7 نفر، 8 نفر کمتر، به هر حال اینا افراد با ایمانی بودند که در میان اون محیط کفر اظهار ایمان می کردن. آمنو بربهم و زدناهم هدا، و ما هم بر روشنایی قلبشان افزودیم، و ربطنا علی قلوبهم، قلبشان رو محکم کردیم، در یک محیطی بتوانن اظهار ایمان کنن، اون هم خودشون از وابستگان به دستگاه حکومت وقت هم بودن، از اعیان و رجال و اشراف بودن، از افراد عادی هم نبودن، و در اون زمان پی بردن که اون حاکم قهار خب مرد ملحدیست و مرد مشرکیست که نمیشه با کنار بیان، ناچار شدن که کنار برون، خب زندگی را ترک گفتن، اون مقام و منصب را از دست دادن فقط برای این که ایمان خودش حفظ کنند، این خودش مبارزه بزرگ دید. ولذا تو هم نشستم با هم گفتم ها اولای قومنا اتخذوا من دون الله آلهه، این مردم ما به جای خدا موجودات بی ارزه و ناتوان را می پرستن، و ما نمی توانیم با اینها کنار بیاییم، ربنا رب و سماوات و الارض، خدای ما آفریدگار آسمان زمینه، لن نت و من دونهی الها، ما نمی توانیم هرگز به جای خدا این موجود بی ارزه و ناتوانه که حاکم بر ما شده اون را عبادت کنیم، ناچاریم کنار برویم، نمیتونیم با اینها کنار بیاییم، اثر هم درشون نمیذاریم، و اگر هم بمانیم ممکنه ما را آلوده کنن یا حد اکثر بکشن ما را. و اذا اعتزلتموهم، حالا اگر میخواد با از اینها کنار گیری کنید، فعبو الالکهف، پس برمید تو قار دیگه، تو اینها نمیشه بمانید،
فعبو الالکهف ینشر لکم ربکم من رحمته. بله، اگر ترک زندگی کنید، این لذات زندگی را کنار بگذارید، برای حفظ ایمانتون به قار پناهنده بشوید، قارنشینی رنج دارد، اونم بعد از نعمت و تنعم در زندگی همه را ترک گفتن و اونجا رفتن رنج داره. ولی مطمئن باشید برای خدا این کار را میکنید، خدا هم رحمت خود را بر شما نشر میکنه. ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، و خداوند برای شما آماده میکنه و موجبات رفاه و حیات ابدی شما فراهم میشه. رفتم تو قار، خب ترک کردن زندگی غرق در نعمت و لذت را، این جهاد با نفس بود که انجام دادم، و خدا هم بر اونها لطف کرد. تحسبهم ایغازم بهم رقود، اونها رفتن خواب بودن، اما هر که نگاه میکرد خیال میکرد که نه زنده ام، چشمشان باز بود، ولی اونی که اونها را پرخوش میکرد من بودم. نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، این من بودم که اونها را از یمین به یسار میچرخوندم که بدنشان در میان غار نپوسد. 300 سال خورده ای در اونجا موندند و بعد هم بیدارشون کردیم. 300 خورده ای سال در خواب بودن. حالا چرا اینها توانستن این نقطه ای و کلبهم باستون زراعیه بالوسید، سگشون هم در کنار آستانشون هم خوابیده بود. حالا احتمالا میشه این نقطه را هم استفاده کرد. اون کسانی که بتوانند سگ هوای نفس خودشون را در مقابل عقلشون بزان و درآورن، اونها را خدا مدد به اونها میرساند. اینا این مردم بودن، واقعا اول سگ هوای نفس خودشون را در مقابل عقلشون به زانو در آوردن، اون سگ هم دنبالشون گرفت و در مقابل قار اونها خوابید. و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، هر جمعیتی که سگ هوای نفس خودشون را در مقابل عقل و ایمان خودشون به زانو در آورن، خدا اونها را به دامن خود میگیره، خدا اونها را میپروراند. ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، ما تر و خشکشون میکنیم، ما از یمین به یسارشون میچرخانیم، اون چی که لازم دارن بهشون میدهیم، ولی با این شرط که کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. اما اون کسانی که خیر، هوای نفس حاکمه بر اونهاست، عقلشون آستان نشین شهوتشون باشه، اینها معلومه به دامن شیطان خواهند افتاد. پس قصه اصحاب کهف به تناسب این کهف ورا عرض کردم که نشون میدهد گاهی از اوقات لازم میشود افرادی از میان مردم کنار بروند و در کهف و غار زندگی کنند، چون نمیتوانند در اجتماع مردم فاسد بمانند و خودشون را نگه دارند. حالا یا نگه دارند از جهت اخلاق نمیشه نگه دارند، خودشون فاسد میشوند، یا از جهت حیات خودشون جانشون در خطر میفته. خب انبیا و معصومین خوف این نداشتن که حالا آلوده بشوند تو اجتماع، نه، خوف این داشتن که به جانشون به هلاکت میگفته، وای با دمانن تو مردم زنده باشن، و رضا لازم بود کنار بروند، حیات خودشون رو حفظ کنن تا منبع رحمت خدا در میان مردم باشه. به هر حال ائمه اطهار علیهم السلام کهف الورا هستن. ما از مبدأ حرکت کردیم، رو به مقصدی می رویم بی نهایت عظیم که لقاء خدا، و در این راه که می رویم شیطان سر راه ما هست، خدا هم روی حکمت و مصلحتی که ما نمی دانیم به او قدرتی داد که بتواند ما را اغوا کند. لأبعدن لهم صراطک المستقیم، قسمم خورده سر راهشون می نشینم به انواع حیل اونها را اغوا می کنم. ان ایمانهم ان شمائلهم من بین ایدیهم من خلفهم، ولی از شب از راز از پیش رو از پشت سر همیشه به ما هجوم دارد که ما را اغوا کند، و خدا هم به قدرت داده تا روزی که یوم به وقت معلوم و زنده است و میتواند اغوا کند. حالا ما را هم در این مسیر خدا قرار داده، یعنی در این مسیری که شروع کرده ایم میرویم تا به لقاء خدا برسیم، در این مسیر هم شیطان سر راه ما هست، انواع حیله ها به کار میبرد، انواع دام ها و کمند ها به کار میبرد تا ما رو اغوا کنه. حالا در این راه اگه خدا ما را تنها میگذاشت خلاف حکمت بود، ولی لطف کرده در باره ما، حسنی حسین قرار داده،
کهف الحصین قرار داده، پناهگاهی محکم به او محمد و آل محمد. علیهم اجمعین اونها را در همین مسیر قرار داده، به ما هم هشدار داده مراقب باشید اینها سفینت نوح هن. من رکبها نجا و من ترکها غرق. اون کسی که در این کشتی بنشیند نجات می‌یابد و اون کسی که کنار برود غرق می‌شود. من بر شما لطف کردم در مسیری که شیطان دامها افکنده و کمندها دارد من پناهگاهی محکم قرار دادم که اگر به پناه این پناهگاه بروید شیطان در شما تأثیر نخواهد کرد. حالا این پناهگاه برای ما قرار داده شده و اگر ما بخواهیم کنار برویم، هر که کنار رفته گمراه شده. بزرگان عالم، حالا ما که خیلی کوچکیم، بزرگان اونها که در حکمت و عرفان و نمیدونم در فقه و همه چیز اینها متخصص بودن، قهار بودن، اونها اندکی که خودشان کنار کشیدن افتادن در واده زلالت و گمراهی عجیب. و گمراهی اونها هم عجیبه، اگر بزرگی گمراه بشود خطرش خیلی عظیمه. ولذا اون کسانی که به عقل خودشان تکیه کرده اند، به قول خود به عرفان خود تکیه کرده اند و از در خانه اهل بیت علیهم السلام منحرف شده اند، گرفتار کمندهای شیطان شده اند. عجیب. و انسان در حالات اونها وقتی که وارد می شود حیرت می کنه اینا با این علمی که داشته اند، با این تدقیقات عمیقانه ای که داشته اند چطور شده، شیطان چقدر عظیمه که اینها رو گمراهشان می کنه. و مگر از در خانه اهلی که اسمر استمداد کنم. ولذا اسحاق کندی معروف، این فیلسوف معروف عظیم الشأنیه، این به قول خودش، چون آدم وقتی یه قدری هم در این گونه مسائل پیش برود غرور او را میگیرد و یعنی بر به جایی رسیده که مستغنیه. این آدم از این قبیل بوده، مرد حکیم بوده، مرد فیلسوف بوده، مسائل فلسفی و حکیمانه هم زیاد بلد بوده، همین غرور را برداشته بود و بعد میگو پیش خود فرگید من در قرآن مطالعه کردم و در قرآن تناقضاتی دیدم. مثلا به قول خودش در قرآن تناقضات دیدم، برادر کتاب می نوشت در تناقضات قرآن به زعم خودش، فلان آیه با فلان آیه تناقض دارد و نمی سازد. بعد تا اینکه یکی از شاگردهای او خدمت امام عسکری علیه السلام رسید، امام عسکری علیه السلام فرمود اما فیکم رجل رشید گرد او هاز استادکم الکندی ان التشاغل بالقرآن. تو شماها یه مرد رشیدی نیست، یه فردی باشد و رشد عقلی ایمانی داشته باشه، این استادتون را از این کار خطرناکی که پیش گرفته باز بدارد. این خودش به قرآن مشغول کرده، اونم بخواد تناقض قرآن را به قول خود استنباط کنه و ایراد بر خدا داشته باشه. کسی تو شما نیست این را از این راه برگردانه. عرض کرده آه استاد ما و مرد حکیمیه، مال فیلسوفیه، این فرد عادی که نیست، ما شاگرد او هستیم، چطور میشه ما حالا در مقام روبه ایستیم؟ فرمود یه جمله من خود یاد میدم، این از من یاد بگیر، برو به او بگو. او در این حال مرد با انصافیه، در این حال که حالا به زلالت افتاده ولی مرد با انصافیه که اگر حرف حق را بشنود استنکاف از قبول ندارد. این حرف را از من یاد بیار بهش بگو. وقتی رفتی پیش او یه قدی باش بیشتر گرم بگیر، اظهار خضوع بیشتر کن به جوری که تو را مورد اعتماد خود بداند و قیافه انتقاد به خود نگیر بلکه قیافه استفهام به خود بگیر. و مدتی که صد جلب اعتماد شد از طرف اون نسبت به او، بعد بگو که استاد معظم من مدتیست یه فکری به من به مغزم رسیده، برای مشکلی شده، اون را شما جواب بدهید. گفت که بگو. بعد گفت که بله، من به فکرم رسیده این که شما راجع به قرآن تناقضاتی میگیرید، رابط این آیات را به فهم خودتون فهمیده اید و اعتراض میکنید، هیچ احتمال نمیدید. اون کسی که آورنده قرآن است، گوینده قرآن، بگه مراد من از این آیه این نبوده که تو فهمیده ای، مراد مطلب دیگری بوده، چون متشابهات قرآن زیاده دیگه، آیاتی داره متشابه در قرآن، یعنی مطالب متعددی احتمال می رود باشه. هر کسی احتمال یک مطلبی داد نمیشه اوش بیسته.
احتمال میدهید که اون کسی که آورنده قرآنه بگه شما این آیه را بد فهمیده ای، اون طور نیست که فهمیده ای. اگه باشه بنابراین تناقض در فهم شما پیدا میشه، یعنی فهم شما با هم نمیسازه، نه آیت قرآن با هم نمیسازه، مراد اون نبوده، مطلب دیگری بوده، احتمالش عصیانی. همین قدر بهش بگو این یاد گرفت از امام از گریه بعد آمد و اون پیش استادش و مدتی خب او گرم گرفت و خودش نزدیک کرد و بعد روی در خلوتش پرسید که یه همچه فکری به من به مغزم رسیده، مشکلی شده، جواب بدی. تو این را گفت برای او و قیافش تغییر کرد، سر به پای نفکن، مدتی فکر کرد که خب یه حرف درستیه، خب ممکنه آیه قرآن این نباشه اون فهمیده. حالا امام دابت مثلا و انا عرضنا الامانت على السماوات والارض، مثلا آیه امانت یه چی فهمیده، خب شاید قرآن که این نیست که فهمیده از آیه، اونی که من گفته بودم این نبوده، ممکنه الله نور السماوات والارض، آیه یه چی از کلمه نور فهمیده، به نظر خودش با آیه دیگه تناقض داره، خب شاید این نباشه فهمیده ای، مراد از نور مطلب دیگریه، از اهلش باید گرفت. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن ذکر است، اهلی دارد، ولذا از اهلش باید پرسید این آیه مراد چیه، اون آیه مراد چیه. تنها آدم خودش بنشیند در گوشه اتاق و خودش معنا کند این آیه را و اون آیه را و بین با هم نمی سازه، به نظر خودش بیاد قرآن تناقض داره، خیلی فهم این به دست شما. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه، این قرآن که آمده بیان تو را مبین قرار داده، تو هم که نبودی اطرت جای قرآن جای تو منشینه، لسان قرآن، قرآن لسان دارد، قرآن کلید بیان دارد، پیش خود نشستن و آیات را معنا کردن و بعدم تناقض فهمیدن این خلاف انصاف. یک وقتی یه فکرتی حرف درستیه، بعد گفت که بگو ببینم این حرف را از کجا گیر آوردی این سوال را، گفت نه به فکر خودم رسیده، گفت مدتی بود فکر کرد، گفت نه این مال خودت نیست، این حرف مال خودت نیست، از کجا به تو رسیده؟ ای اسراگر آقا، گفت بله من خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدم، آقا به من یاد داده. گفت ها راست گفتی، معلومه از کجا به تو رسیده است، اونها اهل قرآنن و آدم منصفی بود، یعنی در این حال که آدم حکیم و فیلسوف و خیلی مغرور در فهم و علم خودش، ولی منصف بود، دید حرف درستیه، ولی زب برخواست تمام نوشته هاش را آورد آتش زد سوزون، این حال انصافش بود، گفت حق با اونهاست، اونها اهل البیت ادراب ما فی البیت، ولی اهل خانه بهتر میدانن در زوایای خانه چیه، اهل خانه اونها هستن، اونها محبت وحیان، اونها بیت الوحیان و تو خانه اونها نازل شده. انما یعرف القرآن من خوطب به، اون کسی که مخاطب به خطابات عظیم قرآنیست او میفهمد یعنی چه، و دیگران همه گدای در خانه اونها هستن، همه باید در خانه علی و آل علی علیهم السلام برون از او بگیرن مطلب را. ولذا آدمی منصف بود و برداشت همه نوشته های خودش را سوزان، گفت که اونها اهل بیت عصمتن، اونها اهل بیت طهارتن، اونها هستن اهل ذکرن و ما لا یعلمون، ما نمیدانیم، فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، هر چرا و نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. این متوجه شد، متنبه شد، به راه آمد، ولذا کهف الورا هستن. اگر نبود امام عسکری علیه السلام، این مرد خود گمراه بود و جمعیتی هم گمراه میکرد، چون یه نفر آدم حکیم و عالم که گمراه بشه هزارها نفر دنبالش گمراه میشوند دیگه. اونی که پناه داد به فکر او و او را از جهنم نجاتش داد و دیگران را هم از جهنم، امام عسکری علیه السلام بود دیگه. یعنی کهف الورا هستن در مادیات معنویات، ما همه گدای در خانه اونها هستیم و باید این را باور کنیم، در دنیا، در برزخ، در محشر، در زندگی مادی، در زندگی معنوی، از همه جهت ما هستیم آل عصمت علیهم السلام دیگه. علی و بتول و حسین و حسن، همین، نگذرانیم زیشان سخن، ما محور سخن ما، محور حرفهای ما همین چند نفرن، علی و بتول و حسین و حسن، همین، نگذرانیم زیشان سخن. یکی از علما دیدم در نوشته هاشون که ایشون میفرمایند که از یک عالمی نقل میکنن، مرحوم شیخ محمد حسین قمشه ای،
که در شهر نجف ایشون از شاگردان بزرگ یکی از علما بوده، مرحوم سید مرتضای کشمیری که ایشون معروف از صاحب کرامات هم بود، و این شیخ محمد حسین رحمه الله ایشون هم شاگرد او بوده و معروف بوده توی فضلا که این از گور گریخته است، معروف بوده از گور گریخته. بعد سوال کردن که خب چرا شما به این اسم نامیدم، بعد هم گفتن که در سن 18 سالگی من مریض شدم، مبتلا به حسبه شدم و بعد هم معالجات مؤثر نشد و عاقبت اون که نقل کرده اند برای من، اون نقل دیگران که نقل کرده، من مردم و اطرافیان گریه به گریه افتاده بود. نال مادرم رسیده بود، گفته بود که دیده من مردم، گفته بود دست به جنازه ام نزنید تا من برگردم. نوشتن مادرش هم یه زن بسیار خوش عقیده ای بوده، خیلی باصفا و پاک دل، راستی خوش آبهار اون کسانی که عقیده ای صاف دارند، قلبی بسیار نرم و لین و تسلیم در مقابل بزرگان دین علیهم السلام دارند. این قلب پاک هم خیلی گیر آدم نمیاد و هستن افرادی از عقیده خودشون خیلی بهره میبرند، یعنی عقیده صاف و پاکشون. گفتن این زن، زن خوش عقیده، خیلی پاک دل، با صفا بوده، از عمق دل و اخلاص گفته بود دست به جنازه پردن نزه تا خودم بیام. بعد قرآنی برداشت و رفت پشت بام رو به کربلای امام حسین علیه السلام ایستاد. بعد گفت یا ابا عبدالله، یک دست من قرآن، یک دست من دامن تو، تو را به شفاعت در خانه خدا میبرم، من فرزندم را از تو میخواهم، این یگانه فرزند منه و تا هم ندهی بر نمیگردم. اینقدر تضرع کرد تو پشت با و در خانه امام حسین علیه السلام. بعد نوشتن ناگهان اطرافیان بستر دیدن که حرکتی در این پیدا شد در این مرده، بعد برخواست نشست، گفت مادرم کجاست؟ گفتن رو پشت با کنم، گفت بگید بیاد، امام حسین مرا به تو بخشید، رو من برگردم. بعد از خودش نقل میکنن که چطور شد، بعد خودش گفته من مردم و بعد دیدم دو نفر در حال احتضار بودم، در حال احتضار بودم، دیدم دو نفر آمدن، دو نفر نورانی بودن و سفید پوش بودن، خیلی خوشرو و خوشبو کنار من آمدن. خب اینم باز هم جناب اسرائیل علیه السلام بخواد به صورت خوشبو و خوشبو بیاد، اینم نصیب هر کسی نمیشه، تا مناسب اعمال انسان خواهد آمد، برای بعضی خیلی خشمگین خواهد آمد و قیافه ای که اگر هیچ عذابی هم نباشه فقط همون رو بسه، اما برای انسانهای مؤمن با یک قیافه بسیار منوری خواهد آمد، خوشبو خوشرو، که اگر هیچ نعمتی هم نباشد جز همون قیافه براش بسه. برده گفت که دو نفر آمدن خیلی خوشبو و خوشرو و سفید پوک کنار من نشستن، یکی به من گفت که چه شده، ناراحتت چیه؟ گفتم تمام بدنم درد میکنه. بعد دست گذاشت روی پای من، کشید، دیدم درد آرام گرفت، همینطور بالا آمد تا زانوها، درد آرام گرفت، همینطور آمد. این مسئله قبض روحه، یعنی با اینجور قبض روح میکنن، اول از پا قبض روح میشه که کم کم آمد تا به سینه، بایدم همه آرام میشه، تا دیدم تمام دردها برطرف شد و راحت شدم. بعد دیدم همه گریه کردن، تا من راحت شدم دیدم همه گریه کردن اطراف بستر من. من هر چی می‌خواستم اینو بفهمم، من راحت شدم دیگه درد ندارم، نمی‌شد، این نمی‌فهمیدن، بسیار برای نمی‌دیدن و اصلا نمی‌شنیدن، من هر چی می‌گفتم من راحت شدم نمی‌فهمیدن، تا این دو نفر مرا بلندم کردم بردم به سمت آسمان و خیلی خوش و خرم بودم، هر چی بالا می‌رفتم هی راحت‌تر می‌شدم، احساس لذت می‌کردم. بین راه رسیدم، ناگهان شخص بزرگی رسید مقابل اونها، به اونها اشاره کرد او را برگردانید، مادرش از من خواسته و من 30 سال بر عمرش افزودم، 30 سال به او عمر دادم، برگردانید. برای برگردان فوراً برگرداندن و نشستم، دیدم که اطراف من گریه می‌کنید شما. و بعد هم تا 30 سال منتظر بودن اون کسانی که اون جریان رو می‌دونستن، تا 30 سال منتظر شدن، همون سر 30 سال دوباره این مریض شده از دنیا رفت. اینها هم یک مصداق کهف الورا و ورثت الانبیا. با این چند جمله این که کافیه. و اما صدیقه طاهره سلام الله علیه، او هم پناه بزرگ، پناه بر خدا، اون مردمی که ظلم و ستم کردن، بنت من، ام من، حلیلت من، نفهمیدن دختر کی بود، مادر کی بود، همسر کی بود. ویل لمن سن ظلمها و عذابها،
وای بر بدبختی اون کسانی که این همه اذیت و آزار بر جان کهفل ورا ریختن. اون کسی که پناه انبیاست، پناه انبیاست، تا برسد به پناه ما. همه انبیا وقتی گرفتار بودن متوسل می شدن به خمسه طیبه و دست به دامن زهرای اطهر علیه السلام می زدن. اما به نقل مرحوم محدث قمی رضی الله رضوان الله علیه، لم ان امیر المؤمنین علیه السلام لما دفن فاطمه صلوات الله علیه، وقتی امیر المؤمنین جسد متطهر زهرا علیه السلام را در میان قبر گذاشت و افا اثر القبر، کاری کرد که اثر قبر هم از بین بره. بدبختی مردمه که نتوانن تشریح کنن، نتوانن قبر را بشناسن. دفن کرد زهرا علیه السلام را و اثر قبر هم از بین برد که شناخته نشود. دست خود را از خاک قبر تکن داد، نفس اگده و من تراب القبر هاز علیه الحزن و ارسل دموعه علی خده، یعنی سینه مستبقا بر قلب امیر المؤمنین سرازیر شد. سیلاب عشق از چشمهایش فرو ریخت، بعد رو کرد به سمت قبر پیغمبر اکرم، السلام علیک یا رسول الله، انی و عن ابنتک النازلت فی جوارک، دخترت را آوردم تحویلت دادم، از این سؤال کن که مردم با او چه معامله کرد.